وضع سلامتی رجب علی عادی‌نائب رئیس بازداشت شده شرکت امید 88 در سیزا بد شده است. در این باره نزدیکان عادی‌نائب روز 14 نوامبر بر رادیوی آزادی خبر دادند، اما مقامات بازداشتگاه تا حال درباره وضع سلامتی رجب علی عادی‌نائب چیزی نگفتند. سعادت عادی‌نزاده یکی از نزدیکان رجب علی عادی‌نائب روز 14 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او قبل از بازداشت زیر نظر پزشکان بود و در بازداشت وضع سلامتیش بد شده است. عادی‌نزاده از قبل وکیلان دفاع رئیس شرکت امید 88 گفت او وضع سلامتیش خوب نیست، اون پیش هم بسیار می سلفید، اون تشخیص طبی قد معاین شده گه که بیماری شوش سکته قلب همی روده و گرده و همی خنو خوردگی هم خیلی بیماری حسابی خنوکی با علت خنوکی سموره درگی سموره دارن. سعادت عادی‌نزاده همچنین گفت دوام یک ماهی در بازداشت بودن رجب علی عادی‌نائب، شرکتی زیرتابه او 55,000 قرض دولت را برگردانده در صدد دادن باقی مانده مبلغ قرض هستند. نزدیکان رئیس شرکت امید 88 در مکتوب خود به رئیس جمهور گفتند در صورت از حبس پیشکی آزاد شدن رجب علی عادی‌نائب، آنها با گرو ماندن اموال شرکت از کارشریکان خارجی خود می توانند در مدت کوتاه 40 میلیون دلار مبلغ های قرضی دولت را بازپس دهند. نزدیکان رجب علی عادی‌نائب با ارسال دو نامه به رئیس جمهور امام علی رحمان از او خواستند که برای آزادی رهبری شرکت امید 88 کمک نماید. در یک مکتوب که از نام بیبی جان قندلیه و مادری رجب علی عادی‌نائب نوشته شده است، از امام علی رحمان درخواست شده است که رهبری شرکت امید 88 را عفو نماید. خانم قندلیه در مکتوبش به رئیس جمهور می نویسد: من در این نامه تصمیم نگرفتم که فرزندم را تعریف و توصیف نمایم. قضیه او را سوء می گذارم. فقط به حیث یک مادر از شما تولا و تذر رو میکنم که پسرم تا روزی سرشوی دادگاه آزاد کرده شود. بی بی جان قندلی و خود را مادری زار و پریشان و محزون با هزار امید و آرزو عنوان کرده گفته است تنها امام علی رحمان میتواند او را از این حال رها نماید. در مکتوب دیگر نزدیکان و کارمندان شرکت امید 88 به رئیس جمهور کفالت دادند که در صورت از حبس پیشکی آزاد شدن عادی‌نائب مبلغ قرض راغون برگردانده میشود. در این مکتوب آمده است موافق خلاصه اکسپرتیز نرخ‌گذاری وزارت عدلیه تاجیکستان، نقطه‌های فروش سوزشواری شرکت امید 88 در عین حال مبلغ زیاده از 175 میلیون سومانی نرخ‌گذاری کرده شده است و علاوه بر این اموال خش و تبار نامبرده نیز می‌تواند مبلغ معینی را تشکیل بدهد. قضیه شرکت امید 88 و بازداشت رهبرانش یک ماه است که ادامه دارد. بازداشت رهبران شرکت امید 88 یکی از شرکت‌های بزرگ تأمین کننده مواد سوخت در تاجیکستان بعد آن صورت گرفت که روز 14 اکتبر رئیس جمهور امام علی رحمان وزارت مالیه را تنقید کرد که به امید 88 170 میلیون سومانی قرض داده این مبلغ را برگردانده نمیتواند. رجب علی عادی‌نائب رئیس شرکت امید 88 با قرار دادگاه به حبس پیشکی گرفته شده است. رهبر این شرکت در تصرف پول و مال، غیرقانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم دانسته می شود. قبلا رجب علی عادی‌نائب در یک نامه از مقامات تاجیکستان خواسته بود که با شرط بیرون نرفتن از محل اقامت او را رها نمایند. عادی‌نائب وعده داده بود که در مهلت کوتاه قرض نیروگاه روغن را که سبب بازداشت او شد برمیگرداند.